این ویدیو به شما میگه بیت کوین چطوری کار میکنه بدون کلمات عجیب و غریب یا فرمول های ریاضی البته در مورد اینکه بیت کوین چیه و چرا مهمه حرف نمیزنیم برای اون میتونیم ویدیو بیتکوین بیت کوین org رو ببینیم. خب شروع کنیم بیت کوین اجازه میده مردم بدون دردسر به همدیگه پول بفرستن با ایمیل یا تکس برای فرستادن پول کافی از یه اپ به اسم کیف پول یا ولت استفاده کنید و مقدار و آدرس گیرنده رو اسکن کنین یا تایپ کنین و پول آماده فرستادن گیرنده پول توی حسابش میبینه. ولی چطوری در سطح خیلی ابتدایی بیت کوین فقط یه دفتر حساب کتابه یه سیاهه آدم ها و میزان پولشون وقتی 5 بیت کوین به کسی میفرستین از حساب شما کم میشه به حساب اون اضافه میشه این وسط طلا یا دولتی نیست که این پول رو حمایت کنه و فقط اعتقاد و اعتماد مردمه که این پول میارزه و سیستم امنه این سیستم اطمینان حاصل میکنه که کسی نمیتونه از حساب کسی پول بدزده توی هر تراکنش برنامه به کل شبکه میگه که فهرست حساب رو چطوری باید عوض کنه از جمله شماره حساب گیرنده فرستنده و مقدار پول ولی چه چیزی باعث میشه یه دوز نتونه پیام مشابهی درست کنه و از حساب شما پول برداره بیت کوین نیازمند نوعی امضا روی هر درخواست انتقاله تا ثابت کنه که این درخواست به شما ربط داره درست مثل امضای یه چک ولی بر اساس ریاضیات این امضا از علم رمزنگاری میاد که معمولا برای مخفی کردن پیام ها استفاده میشه ولی اینجا برای اثبات مالکیت استفاده شده هر اکانت بیت کوین یه کلید داره که فقط صاحب اصلی اکانتون رو میدونه و از روش با رمز نگاری پیام های انتقال پولش رو امضا میکنه. بقیه با باز کردن رمز کشف میکنن که این واقعا توسط اون امضا شده برخلاف امضای کاغذی این امضا قابل کپی شدن و استفاده تو پیام های بعدی نیسته چون امضاها برای هر تراکنش فرق میکنن درست مثل دونه های برف پس این امضا باعث میشه کسی که دسترسی نداره نتونه از اکانت پول منتقل کنه ولی چه کسی این امضاها رو چک میکنه حساب کتاب رو کی نگه میداره جواب خیلی جالبه هر کسی که بخواد بیت کوین یه سیستم غیر متمرکزه یعنی هیچ شرکت یا دولتی نمیتونه به تنهایی کنترلش کنه وقتی یه انتقال انجام میدیم پیام انتقال به هر کسی که دوست داشته باشه صحتش رو چک کنه میرسه این نگهدارندهای حساب هر کدوم یه کپی از کل حساب و کتاب رو دارن و هر انتقال جدیدی که با امضای درست ببینن فهرست پولهاشون رو آپدیت می‌کنه. این حسابدارها تو همه دنیا پخش شدن و اگر کسی پیدا بشه حسابی رو بیخودی جابجا کنه تفاوت این سیاه حساب دیده میشه ولی وقتی چنین تفاوتی به وجود اومد چه کسی تصمیم میگیره کدوم حساب معتبره صندوق رای مثل هر سیستم دموکراتیک دیگه یه سیستم رای داریم ولی کمی متفاوته مبتنی بر ریاضی اتفاق میفته اولین کسی که بتونه یه مسئله سخت رو حل کنه جوابش رو به همه میگه و همه اون نسخه رو قبول میکنه درست مثل یه مسابقه ریاضی که توش نسخه اکثریت احتمال پیروزی بیشتری داره چون هر چقدر افراد بیشتری رو مسئله کار کنن جواب سریعتر به دست میاد این اتفاق دائما تکرار میشه و سیاهه ها درست میمونن حالا دقیقتر بهش نگاه میکنیم ولی اول ببینیم چرا یه مسئله ریاضی چرا مثلا با ایمیل رای ندیم وقتی ما یه سیستم برای ثبت نام رای دهنده ها نداشته باشیم نمیشه مطمئن بود که هرکس فقط یه بار رای میده یه نفر ممکنه چندین اکانت درست کنه یه کالمه رای بده حتی میلیون ها رای بده رای به شکل ریاضی جلوی این کار رو میگیره چون هزینه برش میکنه شما نیاز به کامپیوتر و برق دارید برای حل مسئله هزینه هاتون میره بالا و یه نفر باید به اندازه اکثریت مردم پول خرج کنه تا بتونه سیاه رو تغییر بده پس ریاضی روشی مناسب برای رای گیری غیر متمرکزه به شرط دو نکته اولی این که کسی نمیتونه از قبل شروع به حل مسئله کنه و جلو بیفته هر مسئله بر اساس جوابی که تو مسئله قبلی به دست اومده ساخته میشه و در نتیجه سریع ترین جواب برنده نیست بلکه کامل ترین جواب برنده است از اون طرف مسائل به شکلی طراحی شدن که هیچ روش سریع و میانبری برای حلشون نیست واقعا به کامپیوتر و برق نیاز داره و در نتیجه به پول آخرین نکته که باید در موردش حرف بزنیم اینه که اصولا تو چنین سیستمی پول چجوری تولید میشه هر بار که مسئله حل میشه یه جایزه به کسی که اونو حل کرده میده واقعا پول از اختراع میشه این جایزه باعث میشه افراد بیشتری علاقمند بشن که تو نگهداری حساب ها مشارکت کنن همچنین هر انتقال یه کارمزدی هم داره که پول رو جابجا میکنه در واقع حل کننده های مسئله دارن پول هم کش میکنن در چه بهشون میگن ماینر یا معدنچی ولی هدف اصلی و حضورشون اینه که حساب کتاب ها رو صحیح نگه دارن این پول دادن به کسی که مسئله رو حل کرده همچنین باعث توزیع رندوم پول بین آدما میشه احتمالی تا 2140 آخرین پول تقسیم خواهد شد خلاصه کنم بیت کوین یه رمز پوله که با همکاری گروهی نگهدارنده های حساب و کتاب مدیریت میشه آدما با فرستادن یه مسیج به این نگهدارنده ها پول منتقل میکنند و نگهدارنده ها بعد از بررسی امضای دیجیتال و مطمئن شدن از اینکه پیام انتقال صحیحه از طریق حل یه مسئله ریاضی به تفاهم میرسن که کدوم نسخه از حساب کتاب معتبر امیدوارم که از ویدیو راضی باشین درکی از بیت کوین داشته باشین جادی بودم از جادی یا تلگرام جادی.نت برای دیدن دقیق مسئله How Bitcoin Works Under The Hood رو سرچ کن متاسفانه اسم نویسنده اصلی رو نداشت.